به اسپوکن تیوتوریال در مینگو پترن فور تکستایل دیزاین با استفاده از اینکسکیپ خوش آمدید. در این برنامه یاد می‌گیریم که طرح مینگو را ایجاد کنیم و طرح کشیدن با استفاده از پترن الونگ پات را. برای ضبط این برنامه من از اوبونتو لینکس 12.04 او اس و اینکسکیپ نسخه 0.91 استفاده می‌کنم. اینکسکیپ را باز می‌کنیم. بزیر تول را انتخاب کنید، در تول کنترولز بار مود را به کرییت سپایرو پات و شیپ را به الیپس تغییر دهید. حالا طرح مثل مینگو را در کنواس بکشید. این باید مثل طرح مینگو باشد. سپس ستار تول را انتخاب کنید. حالا یک ستاره در کنواس بکشید. سلکتر تول را کلیک کنید. در تول کنترولز بار شما ویدت و هایت را به سی تغییر دهید. رنگ را قرمز کنید. سپس ما باید طرح ردیفی از ستاره را ایجاد کنیم. برای انجام آن به ادیت منیو بروید، کلون و کرییت تایلد کلونز را کلیک کنید. ریست را کلیک کنید. عدد روز را به 1 و کالمز را به 46 تغییر دهید. عدد کالمز ممکن است مطابق اندازه شکل مینگو متفاوت باشد. کرییت را کلیک کنید. حالا طرح ردیفی ایجاد شده است. همه ستاره ها را انتخاب کنید و کنترل پلاس جی را برای گروه کردن آنها فشار دهید. حالا هر دو شکل مینگو و طرح ستاره را انتخاب کنید. به اکستنشنز بروید، جنریت فرام پات و سپس پترن الونگ پات را کلیک کنید. اپلای را کلیک کنید و کادر محاوره ای را ببندید. میبینید که طرح ستاره روی شکل تشکیل می شود. حالا شکل مینگو و ردیف ستاره را انتخاب کنید و آنها را حذف کنید. طرح ستاره را انتخاب کنید. کنترل پلاس دی را برای دوپلیکیت کردن آن فشار دهید. طرح دوپلیکیتد را انتخاب کنید و با فشار دادن کنترل کی آن را ریسایز کنید. این را در وسط طرح اصلی نگه دارید. حالا ناحیه خالی در طرح مینگو را با طرح دیگر پر می کنید. بزیر تول را انتخاب کنید و طرح را همانطور که نشان داده شده بکشید. حالا به پات منیو بروید، پات افکتس را انتخاب کنید. زیر پترن الونگ پات ما گزینه های زیادی داریم. در پترن سورس گزینه اول ادیت آن کنوس را کلیک کنید. توجه کنید که 4 نودز در گوشه بالایی کنواس وجود دارد. من زوم این می کنم که نودز را به طور واضح ببینیم. آن را نزدیک طرح ببرید. حالا نودز را کلیک کنید و بکشید. به تغییرات در شکل توجه کنید. سلکتر تول را کلیک کنید. به پات منیو بروید و آبجکت تو پات را کلیک کنید. این برای جلوگیری از هر تغییری در شکل در هنگام ریسایزینگ انجام شده است. طرح را ریسایز کنید، آن را دوپلیکیت کنید و در داخل طرح مینگو قرار دهید. سپس ناحیه خالی داخل طرح مینگو کوچکتر را پر می کنید. ستار تول را کلیک کنید و یک ستاره بکشید. هندل داخلی را کلیک کنید و شکل مثل این را دوباره ایجاد کنید. رنگ را آبی کنید. سلکتر تول را کلیک کنید و شکل را دوباره اندازه بدهید. این شکل را دوپلیکیت کنید و با طرح کوچکتر مینگو پر کنید. کنترل پلاس ای را برای انتخاب همه آبجکت ها فشار دهید و سپس کنترل پلاس جی را برای گروه کردن آنها فشار دهید. طرح را اندازه دوباره بدهید و آن را در گوشه چپ بالایی قرار دهید. ما می توانیم این طرح را با استفاده از کلونینگ تکرار کنیم. به ادیت منیو بروید، کلون را کلیک کنید و سپس کرییت تایلد کلونز را. زیر سیمتری تب که مود باید سیمپل ترانسلیشن باشد، تعداد ردیف را به 8 و ستون را به 5 تغییر دهید. شیفت تب را کلیک کنید، مقدار شیفت اکس از third column را به C تغییر دهید. دکمه create را کلیک کنید. تکرار روی کنواس ایجاد شده است و طرح به این صورت روی لباس دیده می شود. خلاصه می کنیم در این برنامه ایجاد کردن طرح مینگو و نقاشی با استفاده از pattern along path را یاد گرفتیم. اینجا یک ارائه برای شما می باشد یک طرح برگ را ایجاد کنید. ارائه کامل شده شما باید به این صورت باشد.
ویدیو در لینک زیر خلاصه پروژه اسپوکن تیوتوریال می باشد، لطفاً مشاهده کنید. تیم این پروژه کارگاه آموزشی استفاده از اسپوکن تیوتوریال ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهی نامه می دهد. برای جزئیات به ما ایمیل بفرستید. اسپوکن تیوتوریال پروژه تحت پشتیبانی NMEICT-MHRD دولت هند می باشد. اطلاعات بیشتر در این لینک در دسترس می باشد. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال خان.